که به نام تو کردم ابتدا یا رب به فضل خیش رسانش به انتها بسم الله الرحمن الرحیم با تقدیم برترین سلوات ها بر آخرین پیغمبر الهی نبی مهربانی ها حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و خاندان پاک و متحر ایشان و همچنین عرض سلام و درود و احترام خدمت یکایی شما بزرگواران آغاز میکنیم برنامه امشب در وعدگاه چهارشنبه خدا را شاکر هستیم که امشب این توفیق نصیب بنده شد تا میزبان شما بزرگواران باشم با برنامه به وقت بیداری خدا خیرتان بده انشالله که هر جا هستید جور و تیار باشین که وقتی تانه صرف ای برنامه می کنید و نگاه مهربانتان همراه ماست امیدواریم بتوانیم آنچه که حاصل تلاش جمع زیادی از همکاران بنده است و آن طریقی که شایسته هست آن طریقی که شما لیاقت دارین تقدیم شما بزرگ بران بکنیم در برنامه امشب افتخار داریم مطابق چهارشنبه شب گذشته در برنامه به وقت بیداری در خدمت دانشمند محترم کارشناس معارف اسلامی جناب استاد رزوی باشیم استاد رزوی بزرگ باز. سلام علیکم سلام علیکم و رحمت الله ممنون شما سپاسگزارم استاد اول پرسی داشته باشین ان اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم اللهم یا ربنا لا تجل من المعترین به عبادک عرض سلام دارم محضر همه بیندگان عزیز و خدمت شما مجددا در خدمات شما است بسیار لطف کردین استاد امشب ما می توانیم از بیانات ارزشمند شما در مباحث اخلاقی و مباحث مصادیق معروف و منکر که چند وقتی هست الحمدلله در خدمت شما مرور میکنیم بسیار مباحث دقیق و با بیان ساده رای میشه عزیزان بیننده بسیار تشکری فرستادن و ما بالاخره همچنان در محضر شما خواهیم بود امشب با مبحثی که از جلسه گذشته کمی از آن باقی مان بحث سرزنش استاد مقدمه خواهیم داشت و انشالله ما از شما سوالاتی که آمده کردیم پرسون خواهیم کرد لطف از همه عزیزانی که نوازش کردند و سپاسگزارم از خدمت شما با زحمات شما و همچنین کارشناسان و محترم هادی تیوی وی ادای وظیفه است بالاخره در خدمت عزیزان هستیم مقدمه ای که در این بخش دوم مبحث سرزنش خدمت عزیزان عرض کنم این است که سرزنش یک مراتب خاصی داره ما دو مرتبه اینها رو در جلسه قبلی عرض کردیم مرتبه اولین بود که آدم به خودی کسی را سرزنش میکنه مرتبه دومش این بود که در خبال یک عیوی کسی را انسان سرزنش کنه و مرتبه سومی که در این بخش به عنوان تکمیل بحث گذشته عرض میکنیم اینه که گاهی اتفاق میفته انسان در برابر یک حقیقت از حقایق کسی را سرزنش میکنه نمادهای میدانی و مصداقهای بارزش در جامعه فعلی خیلی زیاد است شما میبینید برای رعایت کردن مسئله حجاب مثلا در بانوان خب اده کسان هست در خانه در خانواده در بین اقارب و اخیشانشان حتی اینها رو سرزنش میکنه مثلا میگن هجاب چیه در این عصری که بالاخره عصر تمدن هست و عصر پیشرفت هست پوشش و نحو بدی باید صورت بگیره خب داشتن چادر مثلا پوشش اسلامی معنا نداره این یکی از موارد سرزنشه یا در قبال رعایت ادب در پهنه جامعه وقتی شما میبینید مثلا کسی رعایت ادب را میکنه کسان دیگری که حقیقت انسانیت و اخلاق را رعایت نمیکنه میبینیم اینها رو سرزنش میکنه میگه خب دنیا دنیای خوشی هاست دنیای سر زندگی هاست رعایت کردن ادب اخلاق و امثال اینها اصلا توجه نمیشه و ارزش نداره اینها رو میبینیم از طرف کسی به کسی دیگر سرزنش صورت میگیره اما در خبال یک حقیقتی که حقیقتا اون حقیقت یک واقعیت انسانی به علاوه واقعیت دینی است یعنی هم از نظر انسانی ارزش داره به علاوه اینکه دین مخصوصا دین مبارک اسلام که نماد واقعی ارزش های انسانی و اخلاقی و الهی هست و اینها ارزش قائل اگر در طول تاریخ هم ما مراجعه کنیم خیلی بوده کسانی که کسان دیگر را در برابر حقایق دینی سرزنشش کردن نمونه هایش در زمان ظهور حضرت ختم مرتبت صلی الله علیه و آله و سلم پیامبر مکرم اسلام اگر تاریخ را مراجعه کنیم خیلی زیاد پیدا میشه مثلا شما فرض کنید عده همپالکی به تعبیر ما عده دوستان گلخانه و گلخن در زمان پیغمبر اینها گرد هم جمع شد پیغمبر در برابر حقیقت از حقایق الهی که شناخت دین معرفی دین و بیان دین مب... مبین اسلام بود سرزنش مکرد ولید ابن مقیره مخزومی امیت ابن خلف عاص ابن وائل اخنس ابن شریق یا شریق تعبیرات مختلف آمده ابو جهل ها ابو لحب ها ابو سفیان ها پیامبر را سرزنش میکرد در قبال یک برنامه حقیقی که مبنای کمال انسانی و کمال الهی از طرف خداوند متعال معرفی میشد مثلا همین اخنس ابن شرقی شرق را در تاریخ ابن هشام مگه در سیرت النبویه میگه ای آقا اونقدر از اخبس الخبائس بود که واسطه شد حتی ابو طالب را آمد در کنار پیغمبر نبی مکرم اسلام پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم گفت تو دست از خدای خود بردار تا ما دست از خدایان خود ما برداریم یا به تعبیر دیگر گفت شما دست از خدایان ما بردار تا ما دست از پروردگار تو برداریم خب ببینید این سرزنش کردن در قبال یک واقعیت و حقیقتیه که اون باعث عزت انسانی و عزت دینی و عزت الهی و عزت اخلاقی حقیقت دینی چیزی نیست که انسان در برابر او کسی را به سرزنش کنه معارف الهی اخلاق دینی اون چیزی که از طرف خدا آمده به عنوان دین نمیشه اینها را در برابرش انسان کسی را سرزنش کنه لذا میبینیم در یوم الدار حضرت پیغمبر وقتی اطرافیانش جمع شد گفت که دست از دیانت خودت بردار دست از معرفی دین اسلام بردار حضرت فرمودند که اگر آفتاب را در دست راستیم و ماه را در دست چپم قرار بدید به اندازه ذره از معرفی حقایق دینی دست برنامه دارم به خاطر این خب سعادت دنیا و آخرت انسان در قبال اون چیزی است که پیغمبر اونو برای مردم بیان میکرد الان هم ما میبینیم در پهنه جامعه ما اون چرا که به عنوان اخلاق دینی آداب دینی روش های دینی برنامه های دینی معرفی مشه اگر ما مورد سرزنش قرار بدیم مورد سرزنش قرار بگیریم خب کار ناشایسته چرا دیگران ما رو در برابر حقایقی که معرف انسانیت و اخلاق و دیانت ماست ما را سرزنش کنه و اگر سرزنش هم شدیم و مورد سرزنش قرار گرفتیم نباید از اینها لحظه غفلت کنیم باشه خیلی حرف میزنن صحبت میکنن نقد دارن نظریه دارن دیدگاه دارن اما اون دیدگاه مطلوب چیزیست که انسان اون از معیارهای دینی و الهی گرفته باشه مسئله حجاب یک معیار الهی و دینی است سوره نور آیات مبارک حجاب را خب همه دوستان و عزیزان شاید اینا بالاخره خواندن یا دیدن یا شنیدن یکی از حقایق دینی مسئله حجاب است احترام به دیگران عزت دادن به دیگرا با عظمت یاد کردن دیگرا اینها نمادهای واقعیت های دینیه که نباید در قبال اینها کسی کسی را سرزنش کنه و اگر سرزنش هم کنه همون تعبیر پیامبر که اگر آفتاب در دست راست انسان و محتاب در دست چپ انسان باشه نباید از این حقیقت انسان چی کنه؟ سر به چون وقتی امر دایر میشه بین مطلوب الهی و خواسته های دل ما خب هیچ کس هیچ کسی که وجدان داشته باشه دیانت داشته باشه از اون چیزی که خدا گفته نمیگذره لذا ما میبینیم این مرتبه سوم سرزنش کردن در برابر یک واقعیت دینی و حقیقت دینی یک مرتبه بسیار مهم از مهمات مذمت سرزنشه که نباید انسان دیگرها رو در برابر این امر مورد ملامت و سرکفت قرار میده خدا خیرتون بده استاد رزوی عزیز نکته ای که در پایان فرمایشات شما به ذهن بنده زد است که چی در زمان پیامبر صلی الله علیه و, علی و سلم در زمان ائمه اطهار علیهم السلام و, و چه امیالی که در همه جامعه امروزی اگر بانوان اسلامی مقید هستند به حفظ هجاب. حجاب حجاب مثالی بود که از علی زدین به حفظ معتقدات دینی خودشان به حفظ چی مردها چی بانوان فرقی نمیکنه اگر چیزی که به نظر وظیفهشان میرسه از لحاظ دینی اطاعت خداوند است یک معرفت الهی دارن و این انجام میتن و متاسفانه توسط خیلی ها در جامعه اینها دچار سرزنش میشن در واقع من فکر میکنم یک جبهگیری مستقیم با خداوند است بله شک نیست بله حقیقتا همینطوریه و بسیار باید وای به حال اینها باشه که در واقع اینها خداوند به جنگ می متاسفانه بله متاسفانه همینطوریه بالاخره اون چی که از طرف خدا آمده خب معیار سعادت انسان به علاوه دستور الهی است که در قبال این انسان نباید هیچ وقت واکنش منفی داشته باشه یا عقب نشینی کنه و قدمی عقب به طور منفی برداره و از اینها کوتاهی کنه سرزنش کردن هم در قبالش هیچ گونه ملامتی نداره ما حجاب خدا خانم گرامی دختران ما عزیزان همسران ما حجاب خود را رعایت کنند ولو سرکفت بخورن خب در قبال اون چی که خدا گفته ارزش نداره سرکفت زدن نماز ما همینطوریه، طوریه خب می‌بینید در قبال نماز بعضیا مثلا کسر سرکفت می واه او چی قدر آدم مثلا متحجر شده دلات، نماز میخونه در حالی که دستور الهی یا در قبال ای اگر آفتاب در دست راست انسان و محتاب در دست چپ انسان باشه انسان نباید غفلت کنه و کوتاهی کنه خدا خیرتون بده استاد سوالی که به عنوان سوال ابتدایی امشب من آماده کردم این است که از چه طرق انسان ها همدیگر رو سرزنش میکنن یا رویش های سرزنش کردن دیگران چی هست یا ابزار های سرزنش چی هست در خدمت شما هستیم ابزار های سرزنش خیلی زیاد میتونه باشه خب ما اگر در بین جامعه خود ما در بین خانواده خود ما در ارتباطاتی که با دیگران داریم اگر به عمق برخوردها انسان توجه کنه میبینه وسیله سرزنش از یک اشاره کردن شروع میشه تا میرسه به مراتب بالایش که ملامت کردن سرکف زدن و امثال اینها باشه مثلا شما فرض بفرمایید کسی کار را انجام داده یا انجام نداده بر اساس اون تفاوت مراتبی که در سرزنش بیان کردیم میبینید توبیخش میکنه خب توبیخ کردن ملامتش میکنه سرکفتش میزنه به تعبیر ما این یکی از ابزار سرزنش میتونه باشه حالا توبیخ کردن با زبان باشه مثلا با ای آقا از عیبگیری و عیبجویی شروع میکنه ببینید آقا را مثلا کنایه زدن کنایه زدن یکی از ابزار توبیخ کردن و سرزنش کردن میتونه باشه اتاب کردن با کسی قهر میکنه توهین کردن یکی از ابزارهایی که الان خیلی خیلی در بین مردم وجود داره میبینید در قبال اون چی که خوش ما نمیاد و ما او را دوست نداریم یک عده دیگر را توهین میکنه شخصیتش را به وهن میکشه شخصیتش را خورد میکنه با گوش مالی کردن شما میبینید در بین خانواده های ما خیلی رواج داره بچه ها را در قبال بعضی کارهایی که خب ما خود ما دوست نداریم گوشایش را میکشیم در بین اکثر جوامع این قضیه بسیار بسیار ملموس وجود داره و عینی اخلاق خانوادگی اقتضا میکنه که یک تعبیر شما داشتید پدر خانه پدر خانه باشه تا بچه داخل خانه وارد میشه به بله. عنوان که من پدر خانه هستم این شروع میکنه به گوشمالی کردن خب یکی از ابزار سرزنش کردن دیگرای نکوهش کردن حالا گوشمالی نمیکنه ولی یک چیزایی مگه که دیگه این بچه از زندگی خودش چی میشه دل سرد میشه از راه و رویش و اون چیزهایی که در زندگی خودش باید داشته باشه در حقیقت فروکش میکنه و عقب نشینی میکنه اعتراض کردن یکی از ابزار سر سرزنشه یعنی شما کسی رو در برابر یک کاری که انجام داده مورد اعتراض قرار میدید مورد نقد قرار میدید خب بچه خانم چرا این کار را کردی؟ یک نه و سرزنش مم. کردن است یا تن ساختن متلک گفتن شما بینید بعضی عادت داره با ما چیزی نمیگه ولی از باب در میگم دیوار بشنه مم. و ما را مورد خطاب قرار مده با دوست ما با عزیز ما به طوری که ما را در برنامه زندگی ما یا در قبال یک کاری که ما انجام داده مورد تنز و لطیفه شدن قرار بده یک نوع تمسخر است یک نوع تمسخر و مرتبه بالاترش که عین مشه خود سخریه گرفتن است یعنی کسی را ما سرزنش میکنیم با تمسخر کردن همون مطلبی که در آیات عظیم و شعن الهی بسیار بسیار مورد نکویش قرار گرفته لا تسخر قوم من قومن. عصا کونه خیرم من منکم حالا اونجا برنامه اجتماعی را بیان کرده خداوند متعال میگه گروهی گروه دیگر را ملیت ملیت دیگر را در برابر اونچه که در ملیت اینها وجود داره مورد تمسخر قرار نتن اما امیر ما میتونیم در افراد که در حقیقت در خانواده که حقیقت پایه های اجتماع است تنزلش بتیم یعنی مصادیقش را در خانواده ما در های ما در بین ارتباطی که با دیگران داریم اینه توسعه بتیم لا یسخر یا لا تسخر قوم من قومین هیچ گروه گروه دیگر را هیچ فرد فرد دیگر را در بین خانواده هیچ عضو عضو دیگر خانواده را مورد ملامت قرار نده حالا او قسمت بعدیش هم که میگه شاید او کاری که کرده او برنامه که داشته بهتر از اون چیزی باشه که شما مورد نظرت هست چون هر کس مطلوبی داره در زندگی خودش افراد مسلمان بینشی داره در مورد زندگی خودش کاری داره بالاخره خاصی داره اراده داره چه بسا اون اراده که کرده اراده نیکوتر از اون چیزی باشه که ما مطلوب ماست در حقیقت لذا از نظر فقهی هم خب اصالت و یکی از اصول صحیح دینی است که مورد تأیید فقهای ازام قرار گرفته میگه حمل کن کار برادرت را دوستت را عزیزت را اون را که با او برخورد داری بر صحت بگو الله نیت این نیت خیر بوده خب با نیت خیر درونی و صدور این نیت خیر در بیرون ما حق نداریم دیگرها را نشخند بزنیم دیگرها را مورد اعتراض قرار دیگر دیگرها را تنزش کنیم دیگرها را توبیخش کنیم سرزنشش کنیم ان و تعییر در مورد دیگرها را بکار ببندیم و دیگرها را در حقیقت سرزنش کنیم برای این خب ای آقا یا خانم حتی بچه های ما شاید یک نیت خیری داشته یک برنامه خیری داشته و اگر خیرم نبوده باز هم ما حق سرزنش کردن دیگرها را با ابزارهای سرزنش نداریم استاد عزیز متاسفانه گاهی اوقات مخصوصا در جامعه سنتی تر مثل جامعه خود ما فارستان زیاد دیده میشه در محیط های اجتماعی در محیط های خانوادگی یک نفری به خاطر یک نقص عضوی یک عدم توانایی جسمی به خاطر نمیتونه از پسی بازی کارو برای مردم با شوخی و تمسخر گای اوقات یک سری القابی برای بدن خدا عنوان میکنن و او را به او القاب صدا میزنن و ما در دا قرآن داریم ولا تنابزو بالالقاب این چه رقم میشه یک نوع سرزنش است دیگه اون که حالا از سرزنش گذشته دیگه بالاخره اون حتی به القاب یعنی یک اسم بدی را بردگیری میگذاری بله متاسفم یک کاری میکنه که دیگر آ... ای در حقیقت با یک لقب بد سرزن، به سرزنشش کنه اینجا در واقع ظلم کرده به دیگرا در حقیقت اون حق او را زیر پا گذاشتی در حالی که در سرزنش کردن در بعضی موارد هست که خب بالاخره ما به با اون مرحله نمیرسیم فقط با یک نشخن مثلا با یک اشاره چشم مثلا گرچه بعض مواردش خیلی عمیقتر میتونه باشه مثلا در مورد پیغمبر خب جبهه گیری در قبال کار پیغمبر در مورد مثلا حقایق دینی جبهه گیری در برابر اون معیارهای الهی و معیارهای انسانی و معیارهای اخلاقی عمق بیشتری پیدا میکنه. اما یک مقدار با تنابوز به فرق میکنه حالا شاید در بعضی موارد ما بتانیم اون تنابوز به القاب را مورد از موارد سرزنش و مصداق از مصادق سرزنش قرار بدیم. بسیار تشکر بس استاد از لحاظ ریشه‌ای چه ایلالی برای سرزنش وجود دارد؟ میتونیم بگیم که سرزنش کردن دیگرا ناشی از یک خفت روانی سرزنش کننده است یک خصوصیتی از نظر روانی در روح بعض آدما بعض انسان ها پدید می که باعث میشه دیگرها را مورد سرزنش مورد نکوهیش مورد توبیخ و ملامت قرار بده یک نوع بیماری روحی است در حقیقت همون فی قلوب مرض میتونه اینجا یک از معیارهای واقعی و علتهای واقعی سرزنش کردن دیگرها باشه مثلا شما فرض فرمایید عجب آدم اونقدر خودپسنده که هیچ چیزی دیگر در اطراف خودش نمیبینه میگه فقط اون چرا که من من مورد پسند قرار میده هم دیگرها باید پسند کنم یک چیز را دید که خب مورد پسند خودش نیست فوراً طرف را ملامت میکنه سرزنش میکنه میگه خب چون من این کار را دوست نداشتم تو چرا این کار را انجام دادی؟ این عجب و خودپسندی یکی از موارد و علتها و ریشه های سرزنش کردن دیگرها را خود برتربینی اوج بله خود برتربینی خود پسندی بله. حالا هر تعبیره به کار ببریم یا غرور غرور یعنی اونقدر آقا باد دماغ داره در درون خودش فکر میکنه که من دارا فضائلم و هرچی کردم دیگرا باید اونها را قبول کنم کبر یکی از های، سرزنش کردن و سرکف, دی... زدن دیگر هم باشه یعنی این آقا اونقدر خود بزرگ بین است که میگه فکر بسیارم به فکر میکنم من تنها اون را پسند کردم باید دیگر ها پسند کنم بعضی موارد هم هست که ناشی از ضعف درونیه خب آقا میبینه طرف کار را انجام داده خیلی کار خوب بوده در برابر او اظهار ضعف میکنم میگم من چرا این کار را نتونستم بکنم یا به تعبیر همون رشک و حسد ورزیدن در برابر کار دیگرا اینها همه میتونه مورد از موارد سرزنش کردن و علت از علل های سرزنش کردن باشه پیغمبر عظیم و شعن اسلام منور کنیم کلام ما رو با حدیث از ایشان میفرماید کفا بالمرعه عیبا ایوب سر من الناس ما یعما بدترین صفت یا بدترین خلق اینه که انسان چشمش را روی خودش ببنده و بروی عیبهای دیگرها چشمش رو باز کنه عیبهای خود را نبینه و عیب های دیگرا را بازش کنه و این روشنش کنه و پرنورش کنه و بزرگش کنه و در معرض دید دیگرا اینا قرار بده استاد در, در, حالی که ما در احادیث روایات داریم که برعکس ایباد باشه خوش آن کسی که انقدر مشغول عیوب خودش هست در راه اصلاح خودش هست که دیگر عیوب دیگرا را برکوید و ایعیر الناس به مالای استطیع و ترکوه میگه بدترین آدم اون کسیه که دیگرها را سرزنش کنه به خاطر اون چیزی که خودش استطاعت نداره اون ترک کنه یعنی این عجب خودپسندی در وجود خودش هست دیگرها را به خاطر این عجبی که در وجودش هست مورد ملامت و سرزنش قرار میده در حقیقت ای عیب خودش را نمیبینه تکبر خودش را نمیبینه غرور خودش را نمیبینه اظهار ضعف خودش را نمیبینه اون زشتی مرض روانی دل خودش را نمیبینه و دست میگذاره به عیب های دیگر و ای ازی جلیس هو به ما یعنیه و اذیت میکنه همنشین خودش را جلیس یعنی همنشین خودش را و اون سخنهایی که معنا نداره که در حقیقت میتونه تمام مراتب سرزنش را بگیره پیغمبر عظیم و شعن اسلام میفرماید بهتر اینه که انسان عیبهای خودش را ببینه و دیگرها را در برابر اون مراتبه که از سرزنش عرض کردیم ملامت نکنه و مورد سرزنش قرار نته با سخنهای بی‌معنا، بی‌محتوا، سرکف زدنهای بی‌جا یا مثلا اشاره ها و کنایه ها, های بجا دیگر را سرزنش نکنم خود خیلیتون دوست و... Uh, عزیزان دلی ما در اتاق فرمان ظاهرا میان برنامه آمده کردن اگر اجازه بتین ادامه حدیث ارزشمند نبوی را بعد از میان برنامه از شما پوش نوید انشالله, انشالله. انشالله. از, از ما جدا نشوین بعد از وقفه بسیار کوتاه زحمت کشیدن عزیزان دلی ما در اتاق فرمان میان برنامه آمده کردن حتما برخواهیم گشت

وفي كل ساعه وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه ارضك طوعا وتمتعه فيها طويلا بحق محمد واله الطاهرين صلواتك عليهم اجمعين. دست خدا النفس بها فقط اليست دست خدا النفس بها فقط علی است شمشیر و شیر خالق اکبر فقط علی است بعد از نبی به امر خداوند زلجلال ما را امام و حادی و رهبر فقط علی است دست خدا که با سرنگشت خیشتن خورشید را نمود مسخر فقط علی است این نام را مباد به دیگر, دیگر کسان دهند این حق حیدر است که حیدر فقط علی است اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم هم. همچنان افتخار داریم با به وقت بیداری به صورت زنده و مستقیم در خدمت شما بزرگواران باشیم این برنامه از بستر شبکه جهانی هادی تیوی تقدیم نگاه مهربان شما بزرگواران میشه در همین ابتدای بخش دوم استدعا دارم همچنان ارتباط سازنده خودتان را با برنامه داشته باشید مثبت 964 780 255 چهل 13 پل ارتباطی دو طرفه و 24 ساعته و مستقیم شما بزرگواران هست با برنامه های خودتان در شبکه جهانی هادی تیوی و برنامه به وقت بیداری حتماً نوشته ها سوت زیبای خودتان کلیپ ها و چیزهایی که صلاح میبینید در این برنامه به اشتراک بگذارید با ما از طریق واتساپ به اشتراک بگذارید ما ببینیم کارشناسان ببینن از ما انتقاد بکنید از کارشناسان تشکری بکنید و در فضای مجازی هم حتما برنامه خودتان دنبال بکنید به عزیزان خودتان پیشنهاد بتین برنامه های ما را در فضای مجازی از طریق فیسبوک، آپارات، اینستاگرام و یوتیوب دنبال بکنند انشاءالله که همه شما هر جا هستید در سلامت کامل به سر ببرید در بخش دوم همچنان در محضر استاد بزرگوار خودم جناب استاد رزوی هستیم استاد مجددا عرض سلام دارم در بخش اول ظاهرا کلام نبوی که از سخنان شما ما میشنیدیم بالاخره ناقص ما در خدمت شما هستیم کامل بفرمیم بله عرض سلام مجدد دارم محضر شما و همه بینندگان عزیز راجع به علت های سرزنش دیگران مطالب را عرض کردیم در بخش اول یک مصداق دیگر را عرض میکنیم و اون اینه که بعضی وقتا انسان به خاطر اون توهمات خیالی که در ذهن خودش داره و ناشی از اخلاق بدش حالا هرچی هست مصادقش خیلی فراوان میتونه باشه دیگران را مورد سرزنش قرار میده و اون اخلاق زشت در حقیقت یک تکاسر غفلت زاست یعنی اون کسرتها، اون تمایلات اون شهوات اون امیال و خواسته های درونی انسان که سبب غفلت از شیوه ارتباط با دیگران و نحوه برخورد با دیگران به توسط دستورات الهی هست یعنی انسان یک تعداد چیزهایی را در ذهن خودش میپرورانه و اون دستورات الهی را که باعث ارتباط صحیح با دیگران هست دور مندازه این تکاسر غفلت در حقیقت ناشی بشه از اون جمله الهاکم تکاسور حتی زرتوم المقابر هست و ناشی از اونجا شده باعث بشه که انسان دیگران رو چیکار کنه مورد ملامت قرار بده مثلا در اون مصادیق مشخصی که ما عرض کردیم اون کسانی که در ارتباط با پیغمبر عظیم و شهن اسلام حضرت مورد سرزنش قرار مداد یکی از چیزهایش اموال بود چون اینها مال داشتند پیغمبر مورد سرزنش قرار میداد یکی از اینها جا و مقام بود زمان ابو جل ابو لهب و اخنس ابن شریقی یا شریق و ولید ابن مغیره اینها دوره هم جمع شدن گفتن بیاین بریم گوش بتیم پیغمبر چی مگه قرآن پیغمبر رو گوش بتیم تلاوت میکنم مخصوصا در زمان نماز شبهایی که پیغمبر میخواند گفت گوش بتیم چی میخوانم اینا اول در بعض تاریخ هست که تنها تنها هر کدامش در یک گوشه پنهان میشد گوش میداد پیغمبر چی میخونه در نماز شب خودش حضرت آیات از قرآن الهی را تلاوت میکرد یک شب دو شب سه شب اینها همینطوری هر کدامش جدا جدا جمع شود بعد از اینکه گوش میداد و تعجب میکرد از اون آیات الهی و از اون لذتی که از آیات از تلاوت پیغمبر میبرد میگفت من بعد دیگرها خبر شوه بعد از که متفرق میشدن اینا هم دیگر رو پیمان میبستن با هم نگه که دیگه ای کار را نکنیم برای که دیگر رو اگر خبر شود اون لذت آیات الهی را درک میکنن بعد من به صدای پیغمبر گوش میتن سه شب این قضیه تکرار شد در بعضی تاریخ هست آخر شب پیمان میبستن فردا باز به تنهایی هر کدومش می آمدن. آخر گفتن که خب ما چرا این کار رو میکنیم یک اید، یک اید ده از اینا مثل گفت که خب بالاخره در طایفه بنی هاشم تمام مزیت های ای وجود داره اینها پردهدار خانه کعبه هستن کلیددار خانه کعبه هستن زمزم در اختیار اینهایه برنامه های دیگری که مزیت حساب مشود در اون زمان در اختیار اینها خب تنها چیزی که بسیار اینها ندارن هم پیغمبره اگر پیغمبری هم از اینها بسلا شوه و پیغمبری هم پیدا شوه و پیغمبر هم در میان اینها معبود شوه که به با از پیغمبر اسلام دیگه همه این مقام و جا و جلال ما رو از بین ببره چیزی برای ما نمیمونه لذا به خاطر این پیغمبر را مورد سرزنش قرار اینها تکاثر غفلتزایه که باعث اسمش انسان پرده های در گوشش فرو بره و اون حقایق ها و واقعیت های دینی را نشنه و حقیقت های انسانی و اخلاقی و ارزش های واقعی را درک نکنه به خاطر این میه کسانی را که اون واقعیت را گفته هم مثل پیامبر اسلام حالا در جامعه ما همینطوریه مصادقش خیلی فراوانه مورد سرزنش قرار میده لذا در سوره همزه ویل کل همزه تل یک از موارد عیب جویی را عیب جویی دیگران را که به سواب مشهد سرزنش کنه دیگران همین جمع مال و جمع مال و عدد دار. مال را جمع میکنه بعد اینا را حساب میکنه کنزش میکنه تکنوز ایجاد میکنه بالاخره در بانک ها میگذاره چون پول داره دیگران را فکر میکنه که اصلا ارزش در کارهای دیگران مورد احترام نیست برنامه های دیگران مورد احترام نیست هر کار را دیگران انجام داد مورد ملامت و سرزنش قرار میگیره لذا درباره همی اخ نه شریق یا شریق میگه ای بند خدا در بعض تاریخ ها نقل شده که چار هزار دینار داشت در بعض تاریخ ها آمده که خب هزار تا دینار داشت به خاطر ای پولی که داشت و می ترسید از دستش بره با اینکه جا و جلال خیلی خوبی داشته رئیس قبیله بنی زهره بود مردم به حرفش گوش میداد شاعر توانمند در عصر جاهلیت بودی شعرهایی را که می مورد استقبال جامعه قرار می گرفت اما به خاطر ای که این مالش از دست نره خب میامد پیغمبر را مورد سرزنش قرار میداد الان هم در جامعه فعلی ما ما میبینیم مسادقی به تو روشن با همین معیار حرکت میکنه خب چون پول داره یک دید دیگر را مورد نکوهیش و سرزنش قرار میده و یکی از بدترین علت است که خداوند متعال وعده بدترین عذاب را برای ای آقایی که با تکاسور غفلت زاد دیگرها را مورد سرزنش قرار میته خداوند آمده اینه مورد ملامت قرار داده و بدترین عذاب های الهی را برای ای حالا بعد انشاءالله میگیم راجع به مطلب اشاره میکنیم برای ای وعده داده بسیار تشکر استاد شما در مورد خصوصیات اخلاقی و روحی کسی که بقیه را سرزنش میکنه فرمودید و ما چیزهایی از شما شنیدیم مانند کبر و عجب و غرور و و اینطور چیزها که نواقصی هست از لحاظ روحی که انسان باعث میشه بقیه را سرزنش بکنه چه آثار سوئی داره بر شخصی که سرزنش می شود مورد سرزنش قرار میگیرد آیا آثاری داره یا نداره؟ شکی نیست وقتی ما دیگران را مورد سرزنش قرار متیم حالا پیغمبر عظیم و شعن اسلام چون شعنیتی والای داشت و از اون اعتماد به نفسی که با وحی مورد تایید قرار گرفته بود از سرزنش دیگرا نمی ترسید اما ما انسان هایی که دارای ضعف روحی هستیم و دارای اخلاق انسانی هستیم همه انسان ها همیتوری غیر از اونایی که واقعا معید به تأییدات الهی باشه در برابر اعمال دیگرا واکنش نشان متیم از خود ما هم در ظاهر ما اثر میگذاره هم در روح و روان و دل و جان و قلب ما اثر میگذاره خب یکی از آثارش اینه که ما طرف را با سرزنش کردن از تدبر و تفکر دورش میکنیم او بنده خدا به ذهنش آمده با فکر رفته کار را انجام داده اما ما میاییم ایره مورد سرزنش قرار متیم یعنی در حقیقت اون تدبر و تفکرش را نفیش میکنیم مورد اعتراض و نقد قرار بدیم وقتی در باز خوردها انسان ها ببینه این عمل را که انجام نداده نه تنها ارزش نداشته در برابر دیگرا بلکه مورد نکوهش و سرزنش و ملامت قرار گرفته دیگه کم کم این روحیه را از دست میده اعتماد به نفسش کاملا از بین میره بعضی ها رو میبینه که خب در برابر این سرزنش ها مقاومت میکنه وقتی مقاومت میکنه فکر میکنه من هر کاری را انجام میتون مورد ملامت و سرزنش دیگر قرار میتوم. قرار میگیرم اونجایی که جریمه یکی از آثار بد سرزنش کردن و نکوش کردن دیگرانه ما در حقیقت با سرزنش کردن دیگرا را جری میکنیم در برابر چون اگر انسان یک بار دو بار سه بار چهار بار مورد ملامت قرار بگیره و مورد سرزنش قرار بگیره خب اینجا جری میشه مخصوصا در بین خانواده های خزیه بسیار بسیار نمود عینی داره شما بچه را در قبال هر کاری با خشونت سرزنشش کن خب این بچه یک دفعه مورد سرزنش قرار بگیره خب میگه عیب نداره حالا بابایم گفت یا مادریم گفت دو مرتبه سه مرتبه چهار مرتبه بعضی ها رو میبینی در قبال هر حرکتی که بچه انجام مته مخصوصا حالا در مناطق ما خیلی این قضیه نمود عینی داشت بچه تا تکان میخورد میگفت بیشی بچه خب بیشی بچه یک بار دو بار سه بار یه هم که خدا آدم هست دیگه باید تکان بخوره باید حرکت کنه باید بازی کنه باید, باید خوشی کن. داشته باشه باید روش جسمی و فکری پیدا کنه خب رشد و فکری و جسمیش هم با بازی کردن با مراوده با دوستان، اگر ما ایره پشت سر هم سرکفت بزنیم و سرزنشش بکنیم کم کم جریمه شده که خشونت پیدا میکنه در برابر کارای ما عصبانیت پیدا میکنه عصبانی میشه در مورد همسرها هم اگر ما خانم خانه را پشت سر هم در قبال کارای خوب یا بد مورد سرزنش قرار بتیم یک بار دو بار سه بار آخرش از کره به تعبیر ماها در مرز کره خارج میشه میگه خب بابا مهر هر کار میکنم این کار اصلا ارزش نداره مورد سرزنش و ملامت قرار میگیرم پس بهتر اصلا این کار را نکنم یا مقاوم میشه اون کنش واکنشهای مثبتش کاملا میخوابه کنشهای منفیش رشد میکنه ما هر حرکتی کنیم دیگه برایش ارزش نداره مقاومت نشان میده در برابر اخلاق ما در برابر رفتار ما در قبال گفتار ما و هر عملی که ما انجام متیم. نهایتش اینه که این سرزنش های ما به اثر میشه خب اگر در موارد علوم تربیتی ما حقیقتا مراجعه کنیم و مسائل را باز کنیم مسئله سرزنش کردن به خودی و به جا خیلی خیلی میتونه یک دامنه وسیع داشته باشه آثار روحی و روانی رو به وجود بیاره مثلا یکی از چیزهایی که باعث تنفر بشه از دیگرها همین سرزنش های بجه. شما مثلا فرض کنید داخل روابط دوستانه با چند تا دوست ارتباط داشته باشید بعد در قبال هر کاری این دوست عزیزتان را سرزنش کنید از شما متنفر میشه خوشش نمه دیگه امرش مجالست داشته باشی خب در درون اجتماع هم همینطوریه دیگه در داخل خانه در ارتباط با افراد خانواده مثل خانم خانه همسر خانه بچه های خانه دختران خانه همینطوریه شما بچه ها رو ببینید بچه بزرگتر نسبت به کوچکتر بیشتر واکنش نشان میده او را سرزنش میکنه در قبال کارش و خاطر همه که بچه کوچیک هیچ وقت دوست نداره بچه بزرگتر همراهش در بازی ها شریک شه علتش چیه؟ یکی از علتایش اینه که این سرزنش های بجا باعث کینه و تنفر در ذهن ای دوتا بچه مشه از همدیگه فاصله میگیره خب همین حرکت رو شما در بین بازیها بازی ها فکر نکنید در بین بازی های خانوادگی و برخورد های خانوادگی یک مقدار مرتبهش رو بالا ببرید فکر کنید و در نظر بگیرید وقتی همسر خانه حالا زن باشه یا مرد باشه در برابر اون طرف مقابل خودش از واژه سرزنش یا مفهوم سرزنش و حقیقت سرزنش استفاده میکنه کم 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 اینا از هم دیگر متنفر میشه لذا از محبت خارها گل میشه به تعبیر اون شاعر اگر در بین خانه در بین افراد خانه در بین اجتماع و در بین ارتباطات دوستانه ما از بزرگ نمایی و عظمت دادن دیگرا برخلاف سرزنش استفاده کنیم ای باعث جلب محبت و ریزش اون شکوفه های خوشبوی ارتباط دوستانه با همدیگر دیگر میشه و اگر برعکس از سرزنش استفاده کنیم کینه زیاد میشه کدورت زیاد میشه خدمتتون از کنم دشمنی ها زیاد میشه و اینها میتونه آثار زشت سرزنش دیگران در برخوردهای فردی و اجتماعی باشه کردن در واقع نقطه مقابل آن چیزی که تشویق در یک انسان تاثیر میگذاره در واقع منجر میشه تشویق به روحیه منجر میشه به رشد منجر میشه به یک نوع امید به آینده در آن شخص در واقع سرزنش تمام از آثار خوب تشویق هست به این میبره و در واقع ما دچار یک مشکلات روحی روانی میشیم و استاد عزیز ما از برنامه امشب دو دقیقه بیشتر وقت نداریم این دو دقیقه را من یک سال میپرسم در شماست هر رقم که مدرد. از زمان استفاده کردیم عواقب دینی سرزنش چی هست؟ متاسفانه دقیق دقیقه. بله متاسفانه چون وقت کم هست بنده بله. بسیار به طور اجمال این مطلب را ارز میکنم یکی از آثار سرزنش دیگران از نظر دینی عواقبی که داره ملامت شدن در دنیاست یعنی اگر کسی کسی دیگر به خودی سرزنش میکنه در دنیا گرفتار همون سرزنشی میشه که دیگر را کرده پیامبر اسلام بفرماید من عیره مؤمنن به شیء لم یموت حتی یرکبه اگر کسی دیگری را مورد ملامت و سرزنش و اطاب به خودی قرار بدهد در دنیا نمی میره مگر اینکه مرتکب همون عمل شود و سرزنش شود مفهومش اینه که اگر ما دیگرا را مورد سرزنش قرار بتیم اگر اعمال را ما انجام دادیم مورد سرزنش قرار میگیریم و دیگرا در برابر اون سرزنش همون سر ملامت که ما دیگرها رو کردیم دیگرا ما رو مورد سرزنش قرار میده حتی حدیث داریم از پیغمبر عظیم و شعن اسلام میگه که اگر کسی رو بگی تو شیر سک خورده در دنیا این آقا اونقدر مفهوم سرزنش در مورد ایجاری میشه که خودش گرفتار همین قضیه میشه و مبتلا میشه به خوردن شیر سگ این حدیثیه که از پیغمبر عظیم شعن اسلام است و این در حقیقت اون آثار وضعیه که ملامت دیگران اون در پی داره خب خیر دل دوست بسیار امدوارم انشالله خداوند متعال ما را به عیوب خود ما بینایی عنایت کنه و ریشه های اخلاق زشت سرزنش را از درون ما انشاءالله خودش نابود کنه و از بین ببره و ریشه های محبت را در دلهای ما با دوستان ما با خانواده ما با عزیزان ما مستحکم کنن اللهیون. خدا خیرت میدستان شما خدا کنیم امشب هم نوبت خدمتگزاری بنده به همه امکارانم به پایان رسید امیدواریم آنطور که باید و شایسته شما بود در خدمت شما بزرگواران بوده باشیم همچنان ارتباط خودتان و با برنامه خودتان حفظ کنید خدا خیرتان بده و برنامه امشب شود به پایان میبریم با دعای همیشه ایمان اللهم من منک و من رسولک و من حجتک. <applause>